من نمیخوام به این موضوع فکر کنم. ولی تا کی؟ درسته اینجا خیلی قشنگه، کاش بتونیم همیشه همینجا بمونیم، ولی بالاخره باید برگردیم. باشه، ولی کی؟ نمیدونم، ولی هر چه زودتر بهتر. میخوای فردا برگردیم؟ در مورد این موضوع دوباره فکر میکنم، ولی در مقابلش ازت یه چیزی میخوام لبند. نترس، نمیخوام باهات معامله کنم، فقط یه خواهشه. میخوام به اندازه‌ای که به برادر فریحا اهمیت میدی، یه کمی هم به برادر خودت اهمیت بدی. نوبهار، میدونی که قبلن هم سعی کردم. لطفاً در مورد بولند با سنم صحبت کن. یعنی چی؟ شنیدی که چی گفتم؟ این صحبت با خود بولند فقط اونو لجبازتر میکنه و من نمیخوام در مورد این موضوع ناخوشایند با سنم روبرو بشم. داری جدی میگی؟ یعنی بولند از سنم خوشش میاد؟ بولند به قدری باهوش هست که بدونه بین تو و سنم چیزی بوده. از طرفی هم خشم و کینش نسبت به تو هم خیلی قویه. تو این شرایط اصلا نمیتونم حدس بزنم که بولند میخواد چی کار کنه. خیلی خوب، من حتما تتوشو در میارم، نگران نباش. میگم زیر پات علف سبز نشه. فکر میکنی خیلی بامزه ای؟ تو هم میخوای بگی مشکل دارم، ولی خیلی باحالم. دوباره یکی رو دیدی، حالا هم فکر میکنی خیلی میشناسیش، خیلی پر ادعا هستی. من لقبم پر ادعاست. خیلی مسخره. من لارا هستم. خوشبختم. فکر کنم یادت رفت اسمتو بگی. بولند. بولندی که مهمونی رفتن رو دوست داره. سنم خانم، فکر نمی کنی بزرگتر از تو. سلام لارا، میشه بیای خونه ما؟ احتیاج دارم با یکی حرف بزنم. تو رو خدا بیا. باشه. جانسو، من یه چیزی رو تو ماشین فراموش کردم. باشه. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. شروع کنم به صحبت یا دوست دارین یه لیوان شراب بخوری؟ میدونی این اعتماد به نفس و نگاهات خیلی برام آشناست. پس اعتراف میکنین که نگام عجیب نیست، بلکه آشناست. یه چیز دیگرم اعتراف میکنم، این هیچ معنی برام نداره. برای همینه که انقدر اذیت میشین. حقیقت تلخه میگه نه؟ تا کی میخوای به این مسخره بازیات ادامه بدی؟ نفهمیدم. تو داری با برادرم چیکار میکنی سنم؟ نقشه جدیدت نه؟ برای اینکه توجه منو جلب کنی، ولی کور خوندی. لبند، وقتی به همین راحتی میتونی در موردم قضاوت کنی، پس قطعا تو هم به اندازه بچه‌ای که به دنبال توجه دیگرانی بدبخت به نظر میاد. یه لحظه از خود بی خود شدم، انگار یادم رفته بود کجام و کیا در مقابلم نشستن. آخه چرا من نمیتونم خودم رو کنترل کنم؟ اونجا هتل پدرمه، نه تنها خودم رو بلکه یاد و خاطره پدرم هم تحقیر کردم. خب آره خیلی بد شد، ولی بالاخره اون آدم ها تو رو میشناسن. آره همه میدونن که من از نظر روانی مشکل دارم. بهتره بگیم خلوچلی. ببین تنها تو نیستی که نمیتونه خودشو کنترل کنه.
خیلی دوست دارم. فریحان سرافوغلو. امیر سرافوغلو، منم دوست دارم. ببین سر، هر چی که بهت گفت و باید دونه دونه به من بگی باشه. باشه باشه، من هر طوری شده ازش حرف میکشم و میفهمم که چی شده، بعدش میام بهتون میگم. اون که چیزی به من نمیگه، شاید به تو بگه. باشه. خب بالاخره هر چی باشه شما مادرشی، نمیتونه همه چی رو بهتون بگه. خب چی میگفت؟ میگفت من شب سال نو رفتم. دیگه با تو هم که نمیشه یک کلمه حرف زد. اینجا دیگه خونه شما به حساب میاد. ما رو فراموش نکنین باشه. هر وقتی که دلتون خواست پاشین بیاین دیدنمون. بیا اینم عکسای عروسیتون. خیلی ازتون ممنونم. پالتام نگهش دارین. اینم هدیه عروسیتون از طرف ما باشه. باشه. خیلی ممنون. مواظب خودتون باشید. به آقا روحی سلام برسونید. حتما. از طرف منم از آقا روحی تشکر کنین. حتما عزیزم. خیر باشه داداش رضا، داری وسایلو مرتب میکنی؟ خیر و شرشو نمیدونم، دارم وسایلمو جمع میکنم. چرا داداش رضا؟ بی خودی به من نگو داداش، این شراکت دیگه تموم شده. بیا حساب کتاب کن تا من برم سراغ بدبختی. ببین داداش رضا، اولا دهن مردمو که نمیشه بست، دوما اون روز تو قهوه خونه یه چیزی گفتیم، به خدا داری زیادی بزرگش میکنی. یا مرد حسابی، پای شرف و آبروی من در میونه. بهتره همین الان تصفیه حساب کنیم و همه چی تموم بشه بره پی کارش. تازه یادت نره رسید بانکارم چک کنی ویسار. از این به بعد تو جدا پرداخت میکنی، من جدا. ببین آقا رضا، به همین راحتی ها که نیست، حداقل باید 15 روز صبر کنی. زودتر از اون نمیتونم پولو جور کنم داداش. امروز دهم ماهه، مجبوری تو آخر ماه صبر کنی. باشه، منتظر میمونم، ولی اینو بدون که از این به بعد من پامو اینجا نمیذارم. هر وقت همه چی آماده بود به محمد زنگ بزن، اون میاد باهات حساب کتاب میکنه. فهمیدی؟ آره دیگه، دختره رو انداختی گردن آدم پول داره، حالا هم داری کیفشو میکنی. خوبی؟ آره، فقط یه کمی خوابم میاد. خب بگی بخواب. خوش اومدی. ممنون عزیزم. بده به من. باشه یه دقیقه. آه.
میدونی آدم همین که وارد اینجا میشه دلش باز میشه. آره خب ویلاس دیگه، ولی انگار بدجوری از اینجا خوشت اومده. نه دانشگاه میری نه پیش مامانت میای. چه ربطی داره؟ تازه من از دوشنبه دوباره میرم دانشگاه. خوبه خوبه. میخوای اینجا بشینیم؟ باشه. خب کلثوم جون، خیلی خوبه که دوباره داری میری دانشگاه، ولی سعی کن یه کمی هم به سر و وضع خودت برسی. ناسلامتی، تو دیگه ازدواج کردی. خب من چیکار کنم؟ میپرسه چیکار کنم؟ لباسای خوشگل بپوش، به خودت برس. تو دیگه عروس یه سرمایه دار هستی، باید بیشتر از قبل به خودت اهمیت بدی. خب من پول از کجا بیارم؟ یعنی چی پول از کجا بیارم؟ خب عزیزم با پول شوهرت دیگه. نه نمیشه، نمیشه سحر. وای تو دیگه کی هستی دختر؟ واقعا که خیلی احمقی. میگم نکنه تو اصلا از شوهرت پول نمیگیری؟ نه آخه لازم ندارم، من تمام روز تو خونم و هر چیزی هم که لازم باشه کرایی میخره. وای باورم نمیشه. والا کلثوم تو خیلی ساده. میدونی انگار من باید خیلی چیزا رو بهت یاد بدم، هرچند هیچ امیدی هم بهت نیست. به من نگاه کن، اگه همینطور مثل بدبخت بیچاره ها خودتو کنار بکشی، اون وقت چهرت همیشه همینطوری پشمرده میمونه. نه من هیچیم نیست، حالم هم خوبه. به من دروغ نگو، تو ذهنت درگیر اون دختر است؟ نه زود باش تعریف کن، من تجربه دارم میتونم کمکت کنم. بعد از عروسی بازم دیدیش؟ آره دیدم، یه شب برای شام اومده بودن خونمون. همه چیو میدونست، ولی نمیدونم چه جوری فهمیده بود، جلوی همه آبرومو برد. از اتفاق شب سال نو تا موضوع خودکشی همه چیو میدونست و آبرومو برد. ای داد بیداد، یعنی از کی از کجا شنیده؟ اون دختر خبیثیه، خدا میدونه چه جوری فهمیده. حتما به پرستاره بیمارستان پول داده و ازشون حرف کشیده. ممکنه. شایدم شوهرت باز مس کرده و یه دفعه ای همه چیو تعریف کرده. خب حالا که نرفتیم تو پذیرایی، حداقل یه فنجون قهوه درست کن بخوریم. میدونم که شوهرت قهوه‌ای خوبی تو خونه داره عزیزم. خیلی خب باشه، من الان درست میکنم. باشه. روزا همینجور میگذره، ولی از امیر خبری نیست. اون با فریهاست و اجازه داد اون دختره باهاش بازی کنه. تو که انتظار نداری من چیزی بگم. مگه تو چی میتونی بگی؟ تازه بگی مگه فایده ایم داره؟ لارا من شبا نمیتونم خوب بخوابم، حتی کابوسم میبینم، نمیتونم رو چیزی تمرکز کنم، فقط دارم به امیر فکر میکنم. تو واقعا داروهاتو منظم میخوری؟ داروها؟ زمان میبره تا داروها اثر کنه. خب هنوز یه ماه هم نشده، من باید صبر کنم. میدونی اگه اون داروها نبودن، اون وقت من حتی نمیتونستم روی پاهام وایستم. شاید بهتر باشه که داروهاتو عوض کنی، یا اینکه بری برای جلسه روان درمانی. هنوزم میگه روان درمانی. چرا درک نمی کنی؟ تنها دوای درد من امیره. اون باید برگرده، هر طوری شده باید برگرده. عالیه، اعضای گروه افسرده ها تکمیل شد. هانده خوش اومدی. والا شوهر تو آدم با تجربه ایه، پول داره، خوش تیپه. اون دختر موطلایی هم ماشاءالله داره ها. منظورم اینه که کارت خیلی سخته، ولی غیر ممکن نیست. من کرایو خیلی دوست دارم، من برای خوشبختیش هر کاری میکنم، ولی نمیتونم با اون دختر رقابت کنم. معلومه که نمیتونی اینجوری باهاش رقابت کنی. خب یه کمی به خودت برس، لباس نو بپوش. ولی من نمیتونم اونطوری لباس بپوشم، امکان نداره. از خودم همینجوری راضیم. گوش کن چی میگم، باید کاری کنی که چشمش فقط تو رو ببینه،
میدونی ازدواج مساویه با تخت خواب، وگرنه حلقه که سهله، گردن سنجیرم بندازی بازم نمیتونی نگهش داری. چرا ناراحت میشی؟ اگه دروغ میگم بگو دروغ میگی. سحر تو رو خدا میشه این موضوع رو تمومش کنیم؟ ببین به مادرم هم چیزی نگو، اون خودش به اندازه کافی. نگران نباش، من چیزی بهش نمیگم. پست، برو کیفمو بیار، خودت هم ناراحت نکن. زود باش دیگه. باشه. حالا که نمیتونیم لباس نو بخریم، بیا این از طرف من مال تو. حداقل میتونی آرایش کنی و مثل مرده ها جلوی شوهرت ظاهر نشی. فهمیدی؟ یعنی کراینا شروع کردن مهمونم دعوت میکنن؟ آره، خب ازدواج کردن دیگه. خب کرای چطور بود؟ به من چه؟ دیگه به من مربوط نیست. امیدوارم از بدبختی بمیره. ببینم اون وقت تو چه حالی هستی ها؟ خیلی هم خوبم. رفتم دیدم و کلی هم لذت بردم. کار دیگه ای از دستم برای کرای بر نمیاد. مگه کاری هم بر بیاد میتونی انجام بدی؟ اون که دیگه از دستت رفته. حداقلش اینه که تنها نیستم. به هر حال تو هم کرایی از دست دادی. تو چی داری میگی؟ داری خودتو با من مقایسه میکنی؟ هانده، مگه هر دوی ما از یه دختر سرایدار شکست نخوردیم؟ جانسون، من به خودم باختم، ولی تو واقعا دیوونه شدی. امیر حتی بهت نگاه هم نمی کنه. هانده بس کن، یه لحظه صبر کن. هانده منظورت از این حرف چی بود ها؟ تو دیروز می گفتی بهت کمک می کنم، پس چی شد؟ جانسون، فقط دکترها می تونن کمکت کنن. حتی برای امیر مهمم نیستی. تو یه دختر بدبختی که داری خودتو با من مقایسه میکنی. لارا، اگه میخوای به این روانی کمک کنی، از دنیای واقعی براش بگو. امیر هیچ وقت دستای تو رو نمیگیره. این فقط یه خیال خامه. اینو تو گوشت فرو کن. عصبانی بود سرتو خالی کرد، بهش توجه نکن. هیچ کدوم اینا به درد من نمیخوره. آره، یعنی هیچ کدوم اینا هیچ وقت به من نمیاد. آره، هیچ کدوم اینا به من کمک نمیکنه. هیچ کدومشون به من کمکی نمیکنه. به درد من نمیخورن هیچ کدومشون. جانسو آروم باش، آروم باش، آروم باش، گریه نکن، آروم باش. من دارم خودم رو بول میزنم. آروم باش عزیزم، آروم باش. پسرم، قبل از این که ویسل مغازه رو ببنده میتونی بری و باهاش صحبت کنی و کارای تسویه حساب و اینا رو انجام بدی. من دیگه نمیخوام باهاش روبرو بشم. بابا، شما بی خودی با کسی تسویه حساب نمی کنی. الانم که میگی نمیخوای باهاش روبرو بشین، با همو ویسل مشکلی داری. حالا هرچی که شده دیگه نمیخوام صحبت کنم. از این به بعد تو باهاش طرفی. بابا من خودم فهمیدم چی میخواد بشه، سر زبون افتادیم دیگه. هیچی نگو محمد، هیچی نگو. امیر صبر کن، من نمیتونم، آمادگیشو ندارم. میخوای برگردیم؟ نمیتونم. میخوای بریم پیش کرسو؟ برای چی وایسادی؟ بابا فکر کنم ماشین اون پسره رو دیدم. حالا هر چی که دیدی به ما ربطی نداره. بابا اونا اینجان، فریها اینجاست. محمد دیگه نشنب ما، فهمیدی؟ کجا میری؟ گوش کن چی میگم. باید کاری کنی که چشمش فقط تو رو ببینه. میدونی که ازدواج مساویه با تخت خواب.
تعریف کن. بگو دیگه چی گفت؟ چیز دیگه ای نگفت. هر چی گفت و بهتون گفتم. نگران نباشین، دخترتون حالش خوبه. باشه؟ آره خوبه. یعنی چیز دیگه ای نگفت؟ عمه میگم نگفت دیگه. این دیگه چرا داره رژه میره؟ محمد؟ الو؟ الو؟ آره آره، من اونا رو دیدم، مطمئنم. کیو دیدی؟ از چی داری حرف میزنی؟ میرم بیرون یکم هوا بخورم. کجا میری؟ اگه بابام جواب میداد حداقل میگفتم که حالم خوبه، میگفتم که اومدم تا باهاش صحبت کنم. ولی محمد، قربونت برم، من خیلی نگرانت بودم. هزار جور فکر و خیال به ذهنم اومد. من خوبم کلثوم، نگران نباش. بابام چطوره؟ اونم همونطوری هست دیگه. یعنی چی؟ چیزی شده؟ نه نه، خوبه، نگران نباش. آها داداش، محمد اول به ما گفت که امیر تو رو به زور با خودش برده. خب دایی مستقیم رفت اداره پلیس. نمیدونم خبر دارین یا نه، ولی تو روزنامه ها. آره دیدیم. خب کجا بودین؟ چی کار میکردین؟ توی کلبه بودیم. این که از همه چی دور شدیم خیلی برامون خوب بود. چقدر خوب، خیلی براتون خوشحالم. آدم وقتی بهتون نگاه میکنه دلش میخواد بگه کاش هیچ وقت بر نمیگشتین. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری خونه بگی بابا من اومدم؟ آره، ولی گفتنی خیلی زیاده. الان اصلا آمادگیشو ندارم. تو رو خودتو هم چیزی نپرس. باشه عزیزم، من چیزی نمیپرسم. خب تو چطوری؟ کره چی کار میکنه؟ باشه، همین الان اومدم بیرون. خیلی خوب، باشه، میبینمت. معذرت میخوام، من واقعا معذرت میخوام. من نمیدونم که چجوری این کار رو میکنم، واقعا نمیدونم. خیلی خوب، آروم باش دیگه. تو این هفته این دومین باریه که حمله عصبی بهش دست میده. خیلی متاسفم. خسارتی که به بوتیکت وارد نشده. نه، بچه ها دارن مرتب میکنن، مشکلی نیست. سنا، بوتیک بالاخره به حالت اول برمیگرده. ولی به نظرت وضعیت جانسو خیلی وخیم نشده؟ اون داره دوره درمان مهمی رو میگذرونه. میدونم که الان غیر قابل باوره، ولی ما به یک کمی زمان احتیاج داریم. درسته دوره درمان مهمه، ولی معلومه که فایده ای نداره. به نظرم تا وقتی اوضاع جانسو از این وخیم تر نشده باید با دکترش خیلی جدی صحبت کنی. خدافظ. میدونم که احساس خیلی بدی داری، ولی همه اینا میگذره. آبروم رفت. اول تو هتل، بعدش هم جلوی لارا اینا. همه یه جوری نگام میکردن که انگار دیوونه شده بودم.
عیبی نداره جانسو، میتونی همه این اتفاقات رو جبران کنی. تو الان فقط به درمانت فکر کن. قراره اونال بیاد اینجا، چون جلسه نیمه تمومون باید باهاش صحبت کنیم. آقا اونال، من میرم خونه ی لارا. بعد از اون جلسه واقعا آمادگی رو برو شدن با اونو ندارم. فکر خوبیه. عمه شما بکشم یا نه؟ یه کمی صبر کن. خوش اومدی داداش. سلام خواهر. خدیجه من میخوام یه کمی دراز بکشم، امروز خیلی خسته شدم. باشه داداش. واسه جمع آوری آشغالو حتما بیدارم کنی، یا اگه بیدار نشدم بگو محمد بره جمع کنه. باشه داداش. بابا محمد نیست، رفت بیرون. اون که داشت میومد خونه کجا رفت؟ نمیدونم، یکی زنگ زد، بعدشم با عجله از خونه رفت بیرون. آقا رضا. بله بفرمایید. آقا رضا میشه یه دقیقه تشریف بیارین بالا؟ چشم، الان میام. داداش تو برو بخواب، من میرم. نه، جلوی مدیر آپارتمان زشته، خودم میرم. خود دانی. آقا رضا شما هنوز اینجا این؟ فکر میکردم تو جلسه مطبوعاتی شرکت کردین. من وقت ندارم به حرفای تو گوش بدم. وقت تلاست نه؟ آره کار کن، بالاخره بعد از دادگاه فقط باید به خاطر من کار کنی. تو چی داری میگی؟ چه دادگاهی؟ فکر کردی همه اون تهمت ها، اون تهدید ها، یا همه اون کارایی که اون دختر احمقت کرده بی جواب میمونه؟ ها؟ بهت نشون میدم با کی طرفی. من یه آدم مهمم، من اونال صراف اغلو هم. نه به شما اجازه میدم که وجه همو خراب کنید، نه به اون دختر عوضید اجازه میدم دستش به پسرم برسه. مرد شوره وجهتونو ببرم، مرتی که یه عاشقا. از این کار پشیمونتون میکنم، آبروتونو همه جا میبرم، فهمیدین؟ هر کاری از دست برمیاد انجام بده بیشرف. بابا، بابا، بابا خوبی؟ چی شده بابا؟ مارتیکه یه احمق، هنوزم زبونش درازه، ولی تا اسم دادگاه رو شنید رنگش پرید. بهش نشون میدم با کی طرفه. یکی باید به اونا حدشون رو نشون میداد، بالاخره جواب کارشون رو میگیرن. شراب میخوری؟ اگه از اون خوباش باشه چرا که نه. ای کورای، چیزه، موبایلش خاموشه، حتما شارژش تموم شده، ولی دیگه کم کم پیداش میشه. سیز اچ میسنز، دهرسنز؟ یوک جانم، توکوز. ساو. تمام، او زمان چای ایچیلیم. امان، کافه ایچیلیم اشته. بن آلیرم. یوک یوک، بن امان گتیریم. ترک کافهسی یپیم مه؟ کافه بنده. وقتی کورای اومد شما صحبت کنین تا من و کلثومم با هم تنها باشیم. به نظر میاد حالش خوب نیست. باشه حتما. بله مامان. چی؟ چی گفتین؟ باشه باشه.
چی شده؟ فریه دایی دایی حمله قلبی تونتر برو ادامه سریال در وبسایت مووی باز. بابا زنده است. زنده است. با چه روی اومدی اینجا؟ از اینجا برو. بیا بریم. اگه بلایی سر بابام بیاد تقصیر تو افریها تقصیر شماست. تو این پسره پدر این پسره. آروم باش. تو بیمارستانی. تو بیمارستانی؟ برو از بابات بپرس چرا ما اینجاییم. فریها باعث همه اینا شمایی. محمد داداش تو رو خدا آروم باش. ببین مامانم هم حالش بد شد. تو ساکت باش. آروم باش دیگه. خیلی خوب. همه چی درست میشه. پدرتم حالش خوب میشه. من چرا این کاری کردم؟ چطور تونستم این بلا رو سرش بیارم؟ آره همه اینجا بد نیستن. باشه. کرایم داره میاد. بگو ببینم تو این همه مدت اونا رو تو خونت نگه میداشتی؟ این چه حرفیه میزنی؟ من فریها رو امروز دیدم. تو اونا رو آوردی اینجا؟ برای چی این کار کردی؟ مامان من چه جوری جلوشون رو میگرفتم؟ وقتی بهم زنگ زدی اونا اونجا بودن. تقصیر من چیه؟ ای خدا. محمد داره میاد. برای چی بهشون خبر دادی؟ ها؟ از اولش میدونستی اونا کجا نه؟ نمیدونستم. پسرم آروم باش. انقدر داد و بیداد را ننداز. پرده رو برای چی کشیدم؟ چیزی شده؟ من میرم با دکتر صحبت کنم.
خدیجه، میگم من برم به اونا یه سر بزنم ببینم، اگه نرفتن بفرستمشون که برن، وگرنه محمد حسابی عصبانی میشه. بشین سر جات ببینم، تا وقتی من هستم لازم نیست تو این کارا رو انجام بدی. ای خدا. مامان تو که نمیخوای با فریاد دعوا کنی ها؟ کلثوم بگیر بشین. همین که حال پدرت خوب بشه بهشون میگیم که ما ازدواج کردیم و همه خانواده کنار هم خوشبخت زندگی میکنیم. چه خانواده ای امیر؟ مگه نمیبینی من خانواده ما از دست دادم؟ امه فکر کردی اگه فرار کنی راحت میشی هان؟ تازه بعدشم دست از پا دراستر برگشتی، فکر کردی ما هم دوباره قبولت میکنیم؟ آره الان وقت این حرفا نیست. میفهمی چی داری میگی هان؟ اصلا میدینی داداشم به خاطر بابای تو دچار حمله قلبی شد؟ مامان و بابا چه حرفایی که بهمون نزدن. وقتی داداشم حالش بد شد، بابات بدونی که پشت سرشم نگاه کنی رفت طبقه بالا. اون وقت تو چی داری میگی؟ اصلا میدونی چیه؟ هر بلایی که دکتر عدنان ببخشه اورژانس. دکتر عدنان ببخشه اورژانس. دکتر هاکان ببخشه اورژانس. دکتر هاکان ببخشه اورژانس. من واقعا متاسفم. نمیدونم چجوری ولی ما موفق میشیم. باور کن همه چی درست میشه. از اینجا برو. چی؟ تو رو خدا برو، من باید تنها باشم. من چجوری اینجا تنهاد بزنم فریحا؟ بیرکته یکم ده حضور اشته گرمیم. لطفا از اینجا برو امیر. امیر تو برو، من اینجا حواسم به همه چی هست. کلیدارو بگیر. باشه من میرم، ولی با کورا در ارتباطم. اگه تو رو اذیت کنم برمیگردم و دوباره تو رو از اینجا میبرم. مواظبش باش کورای. باشه نگران نباش. اونال به خاطر جر و بحث با سریدار اینقدر عصبی هستی؟ این که اون جلسه ناخوشایند هتل باعث شده بینمون مشکل به وجود بیاد. ناخوشایند؟ فکر نمی کنی یه چیزی بیشتر از ناخوشایند بود؟ بهتره بگیم افتضاح بود. آره حق با توه، ولی تو اون ماجرا من هیچ تقصیری نداشتم. همه چی به خاطر عصبانیت جانسو اتفاق افتاد. دیگه این اتفاق نمی افته. قول میدم این آخرین بار باشه. امیدوارم، چون خیلی وقت میبره تا بتونم اون اتفاقو فراموش کنم. شاید بتونم یه کاری کنم که یه کمی سرحال بشی و این اتفاق بدو برای همیشه فراموش کنی. سلام آقا اونان. شما به جلستتون برسین، من میرم تو اتاقم. اونال مطمئنی که نمیخوای برای شام بمونی؟ سنم تا وقتی این دختره اینجاست من دیگه نمیخوام پامو تو این ساختمون بذارم. اگرم بخوای منو برای شام دعوت کنی ممکنه مجبور بشی یه جای دیگه دعوتم کنی. تو چیکار کردی؟ تو با پدر فریحان چیکار کردی؟ حالشو جا آوردم.
امیر، امیر باورم نمیشه تو برگشتی؟ بیرون با هم صحبت میکنی. صبر کن امیر، همین الان باید از همه معذرت خواهی کنی و تا وقتی هم که بهت نگفتم دورو بر من پیداد نشه. مامان ها، برم یه سر به فریها بزنم. بشین سر جا دختر. محمد موبایلت زنگ میزنه. استاد داره زنگ میزنه. مامان من میرم دستشویی. گوش کن محمد، الان مادرم زنگ زد گفت. استاد من سحر هستم، نمیدونین که چه اتفاقی افتاده. آره فریها، نمیشه که اینجا منتظر بمونی. ببین مریض میشی، بذار کرایی تو رو ببره خونه ما، من بهت خبر میدم. نه من خوبم، همینجا میمونم. شما هم نمیخواد پیش من بمونید. کلسوم تو برو تو، من پیشش هستم. سلام. اوضاع اصلا خوب نیست. داداش محمد اجازه نمیده فریها بره تو. من میرم تو. اون نرفته دستشویی، رفته پایین پیش اونا. پسرم بسه دیگه، خسته شدم، نمیدونم جلوی تو رو بگیرم یا قصه داداشم رو بخورم. ببینین استادم اومد. سلام. سلام محمد، فریها برای چی بیرون منتظره؟ چون جاش همون بیرونه. سعی کن آروم باشی، دیوونه بازی در نیار. دیوونه بازی؟ پس کاری که اون کرده چیه؟ بعد این همه اتفاق دست اون پسره رو گرفته اومده اینجا. برای چی نیاد؟ به هر دلیلی که تو اینجایی اونم اینجاست. الان هم تنها چیزی که مهمه سلامتی اونه. بیا ساکن و لطفه. پس بهترین کار اینه که صبر کنیم تا دکترها کار خودشونو بکنن. محمد ببین پسرم، استاد بزرگتر تو به حساب میاد، یه کمی به حرفش گوش بده. عمه تو دخالت نکن، استاد سوء تفاهم نشه، ولی این مسئله ربطی به شما نداره، این یه موضوع خانوادگیه. من همچین خواهری ندارم، بابام هم همچین دختری نداره. تو نمیتونی جای پدرت تصمیم بگیری، فقط پدرت میتونه تصمیم بگیره که میخواد دخترش پیشش باشه یا نه. تو حق نداری اینجوری خواهرتو بندازی بیرون محمد، تو برادرشی، باید ازش حمایت کنی. استاد فریها نباید بیرون تو سرما منتظر بمونه. برو تو وگرنه سرما میخوریم. باشه میرم. با عمارف صحبت کردم، دفعه قبل که پدر تالش بد شده بود اون با یه متخصص قلب صحبت کرده بود. اگه لازم باشه به سرپرست بخشم خبر میده تا باباتو ببرن یه بیمارستان خصوصی. ممنون کورایی. فریها اگه میخوای من همینجا میمونم، از اینجا نمیتونن بیرونم کنن، همینجا میمونم. باشه ولی حداقل برو تو ماشین بشین، هوا سرده. من خوبم کورایی. فریها یا بریم تو، اونجا منتظر بمون. شما دوتا رو که خراب نکردم نه؟ نه عزیزم، ما هم تازه از سینما برگشتیم. باز چت شده؟ امیر برگشته. یادت آمبولانس اومده بود اینجا؟ عمورزا رو بردن بیمارستان. شوخی میکنی؟ مگه چی شده؟ حمله یه قلبی. موقع جر و بحث با آقا آنول حالش بد شده، بعدش هم امیر اومد با باباش دعوا کرد. به منم که اصلا نگاه نکرد. لارا حس خیلی بدی دارم، ذهنم همش درگیره.
میخوام یه چیزی بهت بگم. میدونی صمیمیت سنم خانم آقا اونال داره کم کم اذیتم میکنه. من نمیدونم تو منظورت از صمیمیت چیه، ولی اونا دوتا آدم بالغن، آزادن هر کاری میخوان بکنن. سنم خانم آزاد نیست. تا وقتی که تو این خونه میمونه و از اون هتل پول در میاره و با پول پدر من زندگی میکنه آزاد نیست. خیلی خوب باشه، منم همینطوری گفتم، آروم باش. وقت دارو خوردنیتی. چطوره؟ تغییری نکرده. میتونم برم پیشش؟ اجازه نداریم این کارو بکنی. من خیلی ناراحتش کردم، الانم به خاطر من اینجاست. شاید وقتی چشماشو باز کنه دلش نخواد منو ببینه. این آخرین فرصتمه. ببینین پدرتون صدای شما رو نمیشنوه. خواهش میکنم فقط برای یه دقیقه. کاپیتان کورای، آروم باشو گوش کن ببین چی میگم. باشه تو گوش بده، بهانه کاری نداشته باش. ببین من نمیدونم تو دقیقا چی دیدی، ولی هر چیزی که دیدی برای من هیچ معنی نداره. من از چیزی که دیدم حرف نمیزنم، دلم نمیخواد دیگه اطراف اون ببینمت. نکنه دارین از هم جدا میشی؟ با هانده کاری نداشته باش، بهش نزدیک نشو. برو پیش زنت، اون تنهاست. اگه بهش نزدیک بشی و ازش سوء استفاده کنی، اگه ناراحت یا عصبانیش کنی، هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. شو بابا، بابا صدای منو میشنوی؟ چرا اینطوری شد؟ چرا ما هیچ وقت حرف هم دیگه رو نفهمیدیم؟ من همیشه ازت میترسیدم، ولی با این حال همیشه دوست داشتم. چرا هیچ وقت جرات نشدی بگی دوستم داری؟ ما که همیشه اینطوری نبودیم. من همیشه دختر کوچولوت بودم، ولی هیچ وقت تو بغلت نخوابیدم، هیچ وقت با هم بازی نکردی. من هنوز دخترتم بابا، همون دختر کوچولویی که
دلش میخواد دوستش داشته باشی. بابا خیلی دوستت داره. تو رو خود چشماتو باز کن، خواهش میکنم. اون اونجا چی کار میکنه؟ تو اونجا چی کار میکنی ها؟ بیا بیرون ببینم. زود باش بیا بیرون. آقا لطفاً خودتون رو کنترل کنید، اینجا بیمارستانه. لطفاً آروم باشید. چرا بهش اجازه دادین بره تو؟ الان میاد بیرون، فقط یه دقیقه میخواست پدرش رو ببینه، الان بهش میگم بیاد بیرون. بابام به خاطر اون به این حال و روز افتاده، شما به چه حقی اجازه دادین که بره تو؟ بیارینش بیرون. خیلی خوب، ولی اگه یه بار دیگه داد و بیداد را بندازین، اون وقت مجبور میشم شما رو بفرستم بیرون. فهمیدین آقای محترم؟ منو پیش امیر میبری؟ بابام همیشه قوی بود، هیچ وقت سرخم نمی کرد، ولی من نابودش کردم. هر بچه یه بار تو زندگیش این کارو میکنه. نگران نباش، این قانون طبیعته. تازه تو امیر که برای نابود کردن بابات فرار نکردی، این مهمه. یارم بلکه بابامو اردرمش olacağım. Feriha sen kimseyi öldürme. Hem baban da yaşıyor, sakin ol. Baban hem sana hem de ailesine çok bağlı bir. نگران نباش، من مطمئنم هیچ وقت شما رو تو این وضعیت تنها نمیذاره. مطمئن باش. آره نمیره. نمیره. گفتم که نیست. همه جا رو گشتم نیست. ولی کجا ممکنه رفته باشه؟ نمیدونم. الو داداش، فریها رفته. که من از خونه رفتم انگار چند سال پیرتر شده.
میدونم که برگشتن و درست کردن همه چی خیلی زمان میبره. میدونم با این حرفا آروم نمیشی، ولی وقتی بابات حالش خوب بشه همه چی رو فراموش میکنی، همه چی رو با هم درست میکنیم. بالاخره خانواده همون با ازدواجمون موافقت میکنن. اگه همون موقع از ماشین پیاده میشدم و میرفتم خونه اینطوری نمیشد، حال بابام بد نمیشد. انقدر خودتو اذیت نکن. ببین فریها، اگه خانوادت انقدر سخت گیر نبودن، اگه پدر من انقدر خودخواه نبود، یا اگه محمد تو رو کتک نمیزد و بعدش هم سعی نمیکردن بفرستنت روسا، اون وقت اینطوری نمیشد. پس فقط تو مقصر نیستی، همه مقصرن، همه. خیلی عجیبه. عممو، داداشم، طوری رفتار میکردن که انگار من قصد اذیت کردنشونو داشتم. محمد، باید به گلفیدان بگیم تا وقتی نیستیم حواسش به آپارتمان باشه. نه لازم نیست، من میرم خونه و بهش خبر میدم. ما خیلی با عجله اومدیم، میرم خونه یه سری وسایل بردارم. ها؟ باشه. نه خیلی خوب، من دیگه میرم. خدافظ. خدافظ. الو، سلام آیسون خانم. خبرایی دارم که نمیتونم از پشت تلفن بهتون بگم، در مورد پسرتونه. نیم ساعت دیگه تو پارک جلوی خونه میبینم اتون. ای جانم، این از نامان کندی چیزی کلمده. لطفاً بنا او گن جانسون کریزینه هاتırlatacak hiçbir şey söyleme. Unutmaya çalışıyorum. Gerçekten. Annem. Cansu'nun durumu gerçekten hiç iyi değil. Ya yeni bir şey değil biliyorum ama giderek daha da kötüleşiyor. Emil'le arası bozulduğundan beri. Sanem her şeyin farkında. Ya sen şu Aysun Hanım'ın şok iddialarını Sanem Hanım'la konuştun mu? Elbette hayır. Sanem bir şey anlatmak istiyorsa eğer o bana anlatır zaten. Ben ona özel hayatıyla ilgili bir soru soracak değilim. Ya sence o... Emir'in babasıyla bu bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez ama Cansu'yu ilgilendiriyor. Hem de çok ateşli bir şekilde. صبح بخیر. امروز بازم از روزنامه خبری نیست. شایدم بهتره که روزنامه نخونیم. به زودی خبرنگاران میفهمن که امیر برگشته، بعدش دوباره یه سری اتفاق میفته و طبق معمول همشون فراموش میشن. اینطوری برای روابط هتلم خیلی خوبه. فکر کنم این برای رابطه تو و آقا اونالم خوب باشه. منظورت چیه؟ تو از کی تو حالا با آقا اونال انقدر صمیمی شدی؟ آخه جلسه های کاریتونم اینجا برگزار میکنی؟ طوری حرف میزنی انگار اونال برای اولین باره که اومده خونمون. خنده داره. وقتی پلیس اومد تو رو بردم اونال پیش ما بود، یادته مگه نه؟ آره، ولی به عنوان شریک بابام زیادی کنارمونه.
نمیدونستم که از رفت آمد خانوادگیمون با اونال انقدر ناراحتی. من به اندازه که صلاح میدونم با اون صمیمی هستم. یادت نره قرصتو بخوری. جواب نمیدی؟ خودم تصمیم میگیرم که کی تلفنمو جواب بدم. این رفتارای زشت از شما بعیده. رفتارای زشت؟ زشت کاریه که تو با سوء استفاده از سنم سعیداری بکنی. پس میخواین روک صحبت کنین ها؟ هنوز اونقدر حقیر نشدم که در مورد همچین موضوعی مسخری با تو صحبت کنم. میشی ماما، همه با هم حقیر میشه. چی میخوای بگی زودتر بگو. پسرت برگشته؟ صبر کن صبر کن، عجله نکن، تو خونه خودش نمیمونه. پسرم کجاست عزیزم؟ هم میخوای بهت بگم پسرت کجاست، هم بد اخلاقی میکنی. یه کمی آروم باش، تازه آدم یه خدا بد نده یه چیزی میگه. دیشب پدر شوهرم دچار حمله قلبی شد، همش هم تقصیر اون شوهر سابق مزخرفته. همین الان بهم بگو پسرم کجاست. دیگه همینطوری هیچ خبری بهت نمیدم. من یه دفعه سرم بی کلا موند، این دفعه نمیذارم. اول باید دید این خبر چقدر برات ارزش داره. تو چقدر زن بی شخصیتی هستی. فکر میکنی برای این که بفهمم پسرم کجاست به تو احتیاج دارم؟ نداری؟ پسرت اومده و قایم شده، تو هم که هیچ خبری ازش نداری. اگه منم بهت چیزی نگم اون وقت اصلا نمیتونی بفهمی که کجاست. پول نقد همرام نیست، به خاطر تو هم تا بانک نمیرم. حالا یه کاری برات میکنم. گوشواره هات اصله؟ خوشبخت میمونه خونه کرا. از 5 کیلومتری هم میشه تشخیص داد سگه یه طراح لباسه. عمورزه چطوره؟ خوبه، بد نیست، تو مراقبت های ویژه است. راستی جانسو حالش خوبه؟ جالبه، با فرار فریحا و امیرون هنوز حالش خوبه. میدونی که من یه مدتی خونه اونا کار میکردم، یعنی میدونم که یکمی عقلش کمه. برام از امیر میگفت که چقدر دوستش داره. سلام منو بهش برسون، بگو من فعلا بیکارم، اگه بهم احتیاج داره براش کار میکنه. باشه چش. نگاش کن تو رو خدا.
نمیخواین برین کلاس؟ داری عمدن اینطوری رفتار میکنی مگه نه؟ میخوام ازتون سوء استفاده کنم. اینو که خودم میدونم، ولی چرا من؟ برای ناراحت کردن یکی دیگه. مرد دیگه ای پیدا نکردم که بتونم مزاحمش بشم. الان ازم تعریف کردی؟ فکر کنم ممکنه این کار خیلی هیجان انگیز باشه، ولی اگه قرار باشه منو بندازه تو درد سر، باید بگم من تحمل مشکلات اضافه رو ندارم. منظورتون امیره؟ شما واقعا عاشق فریهایی؟ نمیدونم چرا نمیتونم باور کنم. چون من میخوام برعکس این موضوع رو باور کنم. شاید برای همینه که باورت نمیشه. بقیه یه حرفمون بمونه برای بعد. چیکار داری میکنی؟ تو چیکار داری میکنی؟ با اون مردی که چیکار داری؟ کاپیتانو میگی؟ این کارو نکن. از این کار صرف نظر کن. چرا؟ بگو دیگه چرا؟ چون این منو میکشه. پس بمیر. هر باری که منو میبینی بمیر. همونطوری که منو کشتی، تو هم جلوی چشمان بمیر. زود برمی گردم. اینجا نیست. منم تو موقعیتی نیستم که باهاتون صحبت کنم. به من اصلا مربوط نیست که تو چه موقعیتی هستی. بی خودی من رو تحت تاثیر قرار نده. هر بلایی که سرت اومده، مقصر فقط خودتی. همه ی وجودتون پر از نفرت شده. نمیفهمم واقعا. واقعا نمیفهمی؟ من مادر امیرم، پسری که ماهاست داری با زندگیش بازی میکنی فریها. من اونو به دنیا آوردم و اجازه نمیدم که پسرمو نابود کنی. من نابودش نمی کنم، بلکه این شما این که دارین ما رو نابود می کنی. ببین، من با زبون خودت باهات حرف می زنم. امیر داره همه چیزشو از دست میده. پدرش تمامه حسابای بانکیشو مسدود کرده. اگه یکم دیگه به این مسخره بازی ها ادامه بدی، به زودی اصالت خانوادگیشم از دست میده. و امیری که از خانواده سر و فقلو نباشه، به هیچ دردتو نمیخوره. واقعا براتون متاسفم، چون شما حتی پسرتون رو نمیشناسین. برای اون خانوادش اصلا مهم نیست. شما حتی اینم نمیدونین. یادتون میاد قبل از اینکه بفهمین من کیم، بهم گفتین که باعث شدم شما ها دوباره به هم نزدیک بشین؟ واقعا اشتباه میکردیم. تو خیلی دوست داری با تو از گلیم درست کنی، نه؟ دست از این کارات بردار. هر دومون خوب میدونیم که تو چی میخوای، ولی تو میبازی. وقتی امیر همه چیزشو از دست بده، اون وقت بازنده اصلی تو خواهی بود. متوجه نیستین؟ نه، شما دارین امیر رو از دست میدین، اونم به خاطر این نفرتتون. آیسون خانم، من نه، شما دارین اونو از دست میدین. <تص->
ارائه شده توسط رسانه اینترنتی موبیباز. مامانم اومده بود اینجا. بیا تو. چیزی شده؟ نه چیزی نیست. بیا تو. حرف بزن فریها، چیزی گفت؟ کاری کرد؟ چیزی نیست. بی خیال، بیا تو. ببینم تو رو زد؟ نه. امیر، امیر تو رو خدا نرو. امیر خواهش میکنم. امیر وایستا. فریها بذار برم وگرنه اون وقت همه چی بدتر میشه. امیر تو رو خدا نرو، خواهش میکنم. بس دیگه، خسته شدم، نرو امیر. ها، به گلفیدان گفتی حواسش به آپارتمان باشه؟ آره آره گفتم، حواسش هست، نگران نباشی. اون گوشواره ها را از کجا آوردی؟ خیلی قشنگن، نه؟ داشتم رد می شدم، یکی داشت می فروخت، خریدم، گفتم روحیم عوض بشه. کلثوم اینا رو بگیر. خوبی؟ عزیزم، تو هم اینجا حسابی خسته شدی، زنگ بزن به شوهرت بیو تو رو ببره خونه. نه من خسته نشدم، ولی میگم برم خونه یه سر به فریها بزنم. ببین دخترم، اگه فریها با اون پسر تو خونه شما بمونه، به خدا شیرم و حلالت نمی کنم. بیمار به هوش اومده. ممنون. دیگه نمیذارم کسی دست رو بلند کنه. چرا؟ چون من زنتم؟ پدرامون با هم دیگه دعوا میکنن، خانواده هامونم از هم دیگه متنفرن، اون وقت تو هنوز این اوضاع رو درک نمیکنی امیر؟ درک میکنم، ولی اگه هر چه زودتر به همه بگیم ازدواج کردیم بهتره فریها. نه به هیچ وجه، من اول باید با بابام صحبت کنم. بذار از بیمارستان مرخص بشه، میرم و بهش میگم که ما ازدواج کردیم. بهش میگم بیاین با هم آشتی کنیم، ولی نمیدونم به پدر و مادر تو چی بگم. فکر میکنی برام مهمه؟ نه فریها، اصلا برام مهم نیست که بابا تینا ما رو نپذیرن یا اینکه خانواده منو ترک کنن، هیچ کدوم اینا برام مهم نیست. بذار بابام حالش خوب بشه، اون وقت دیگه این حرف هیچ اهمیتی ندارن. جواب آنژیوگرافیش اصلا خوب نیست، رگای قلبش گرفته، به خاطر بالا بودن سن و فشار خونش نمیتونیم عمل بایپاس قلب انجام بدیم. آقای دکتر، داداشم بدون عمل جراحی خوب میشه؟ از این به بعد باید رژیم غذایی مناسب و ورزش مداوم داشته باشه و مهمتر از اینا باید از هر گونه استرسی هم به دور باشه. این چند ماهی که پیش رومونه برای سلامتی قلبش خیلی مهمه، کوچکترین ناراحتی ممکنه مشکل جدی براش ایجاد کنه. متوجه شدین؟ کی میتونیم ببینیمش؟
الان خانم پرستار میاد بهتون میگه. فقط شما میتونین ببینینش. امروز کسی نمیتونه بره ملاقاتش. امیدوارم هر چه زودتر خوب بشه. مامان، من دیگه میرم. برم به فریهای سر بزنم. اگه آقای دکتر از زندگی ما خبر داشته باشه، به هیچ وجه بابا رضا رو از بیمارستان مرخص نمیکنه. خب چیه مگه دروغ میگم؟ یه نگاه به زندگیمون بندازین. فریها هم که برگشته، هیجان، نگرانی، استرس. نمیذارم بابام ببینتش، حتی نمیذارم خبری. آنلادنیز مو؟ بابامون جانو دشونن اونو بیلسین اونا گره داورنسن. چیزی بخور. نه نمیخوام. اگه نخوری به زور بخوردت میدم. دیشب فهمیدم که بدون موبایل نمیشه موند. برات یه موبایل خریدم. چی شد؟ اولین باری که بابا منو زد وقتی بود که تو اون گوشی رو گذاشته بودی تو کیفم. ما هیچ وقت اینطوری نبودیم. من همیشه دختره کوچولوی بابام بودم. بابا ببینین هانامون اینجا، عمم، سحر، کلثوم، همه بیرون، همه منتظر شما. شما فقط برگردین. خودم همه آپارتمانو مثل دسته گل میکنم. عمه برامون غذای خوشمزه درست میکنه. عمر میاد، مامانم هم میاد، باز همه دور هم جمع میشه. حرف نزنین، خودتونو خسته نکنین. فریها، فریها، فریها کجاست؟ فریها نیست، نمیاد. فقط ما اینجا. هیچ متوجهی که جدی جدی داری اینجا کار میکنی؟ خب تو هم متوجهی که جدی جدی داری عصبی میکنی. خسته شدم بابا، از صبح تا حالا همش اینجا نشستیم و فقط داریم پارچه و لباس میبینیم. یه وقتایی با خودم میگم اصلا چرا با هات دوست شدم. اگه یه کمی با هم تنها بمونیم اون وقت دلیلشو میفهمی. لارا، اگه مامانت اینجاست من همین الان میرم. خیلی ازش خجالت میکشم. راستش نمیخواستم بیام ولی احتیاج دارم با یکی صحبت کنم. اول برو یه چیزکیک سفارش بده، بعد با هم صحبت میکنیم. منم اینجا میشینم و ناخونم و سوهان میکنم. واقعا معذرت میخوام ایکلر، شما برنامه داشتین، منم که بیخبر اومدم و مزاحمتون شدم. نه راحت باشین، فقط داشتیم صحبت میکردیم. ببینم راستی شما هم شکایت میکنین؟ چه شکایتی؟ آخه عمو نال از خانواده فریها شکایت کرده. وکیلشون از دوستای بابام، از اون شنیدم. پدر امیرم حسابی موضوع رو بزرگش کرده ها. به نظر منم حق داره. هم آبروشو بردن، هم موقعیت کاریشو به خطر انداختن. بعدش هم گفتن دختر خودش فرار کرده. ولی دیروز در مورد شکایتش چیزی نگفت. پس امیرم خبر نداره. ایکلر خیلی ممنون. به این فرصتی دادی تا بتونم با امیر آشتی کنم. خدافظ.
اومدی ها؟ دایی به هوش اومد. حرفی هم زد کلثوم؟ سراغ منو نگرفت؟ بذار من لباسامو عوض کنم بعد برات تعریف میکنم. باشه؟ باشه. بیا بگیر بشین. بله. امیر؟ امیر یه لحظه قد نکن، گوش بده، خیلی مهمه. در مورد عمو رضاست. بگو میشنوم. من میدونم که تو از اتفاقات دیروز خبر نداری، برای همین فکر کردم دلت میخواد بدونی. پدرت از عمو رضا شکایت کرده به خاطر خبرایی که تو روزنامه ها ازتون پخش شده بود. من فقط فکر کردم که شاید بخوای بدونی. ممنون. من باید برم. تو تا وقتی که من برگردم پیشش هستی؟ آره. آره هستم، نگران نباش. ممنون. کجا میری؟ یکم کار دارم میرم اونو انجام بدم. تو با کلثوم صحبت کن. ما برای چی نشستیم؟ پاشو ما هم بریم دیگه. خیلی خب، حالا بشین یکمی صحبت کنی بعدش میریم. باشه. فریهاما، هنوز به دایی نگفتیم که تو برگشتی. آخه دکترا گفتن که نباید استرس بهش وارد بشه. دکترا میگن دایی باید عمل بشه، ولی عملش به تعویق افتاده. آخه دکترا میترسن اگه عملش کنن نتونه دووم بیاره. میگن این چند ماه پیش رو خیلی مهمه، نباید به هیچ وجه ناراحت بشه یا بهش استرس وارد بشه. خب ما هم نمیدونستیم باید چی کار کنیم. نمیدونیم بهش بگیم که تو اومدی یا نه. یعنی چی؟ یعنی به خاطر سلامتیش نمیتونم برم دیدنش؟ آبجی خدیجه، زود باش، زود باش، بیا بریم دیگه. باشه باشه، اومدم اومدم. امیدوارم چیزی رو از قلم ننداخته باشم. نگران نباش. داداشم اگه امشب و طاقت بیاره ایشالله دیگه بعدش مشکلی نیست. به خدا من همش دارم دعا میکنم. نگران نباش داداش رضا، خیلی زود حالش ایشالله. خوب میشه. خدایا کاری کن هرچه زودتر داداشم حالش خوب بشه. راستی آبجی خدیجه، میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. فریاد در مورد این قضیه چی میگه ها؟ چی میخواد بگه؟ مگه حرفی هم برای گفتن داره؟ پنهونی و دور از چشم محمد، میاد به باباش سر میزنه و بعدش میره خونه دخترم میمونه. فریها اونجا میمونه؟ آره اونجا میمونه، ولی میدونی من اصلا خیالم راحت نیست. ببین تو خوب میدونی که من فریها رو مثل دختر خودم میدونم، ولی کلثوم از گوشت و خون منه، تازه ازدواج کرده. واسه همین اصلا راضی نیستم که فریها اونجا بمونه. ای خدا خودت به همون رحم کن. زود باش. بسم الله. آبجی انگار با شما کار دارن. رضا یلماز؟ خودش بیمارستان، من خواهرش هستم. بفرمایید. میشه کارت شناساییتون رو ببینم؟ باشه. اینجا رو امضا کنید. ممنون. خواهش میکنم. نامه است؟ نمیدونم. ببین گلفیدان از دادگاهه. من برای این تو این جلسه شرکت کردم چون سنم خانم ازم خواهش کردم. باید شکایتتو پس بگیری. برو بیرون. گفتم باید شکایتتو پس بگیری، شنیدی؟ الو، همین الان نگهبانو رو بفرست اتاق جلسه. دیگه داری پاتو از گلیمت دراز سر میکنی که این میتونه عواقب بدی برات داشته باشه پسر. الان داری تهدیدم میکنی؟ این دفعه قراره چی از دست بدم؟ پولمو از دست بدم؟ قدرتمو؟ یا بابامو از دست میدم؟ من خودم میتونم پول در بیارم. به پول تو هم نیازی ندارم. در ضمن تو کی برای من پدری کردی که حالا بکنی؟ داری به چی نگاه میکنی؟ بندازش بیرون. خواهش میکنم بفرمایید بیرون.
باید شکایتتو پس بگیری. من بهت میگم باید شکایتتو پس بگیری. پسر احمق، فکر میکنی خیلی مهمی؟ بندازش بیرون. آقا امیر، خواهش میکنم بریم بیرون. مرتی که یعوزی مستقیم داره میگه دار و ندارتون رو ازتون میگیرم. پسرم یه کمی آروم باش. بعد خواهر ما رو ببین، دست پسر اون مرتیکه عوضی رو میگیره. دختر شما هم که اونا رو تو خونهشون نگه میداره. پسرم تو انگار حرف کلثوم و نزنی نمیشه. نه دختره چی کار میکرد؟ دختر دایشه و تو خیابون بل میکرد. شما نمیخواد نگران فریها باشین. تا وقتی کلثوم خانم هست اونا تو خیابون نمیمونن. عمه، ای خدا، خودت بهم صبر بده. ای خدای بزرگ، خودت بهم صبر بده. ای خدا، خودت بهم صبر بده. عشقم کجایی؟ تو راهم، دارم میام. چیزی شده؟ نه نه، چند دقیقه دیگه میرسم. باشه. اینقدر روزای بدی رو میگذرونیم که هیچکی دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه. سنم جون، پسر من هیچ جوری نمیتونه خودش رو کنترل کنه. آیسون خانومه؟ آره. وقتی این موقع زنگ میزنه یعنی که خبردار شده امیر برگشته. ولی راستش الان حوصله بحث کردن با اونو ندارم. واقعا عجیبه. به نظرم خیلی تحت فشار میذارتت. اگه نمیشناختمش به هیچ وجه فکر نمیکردم که یه همسر و یه پسر دیگه هم داشته باشه. یه جوری انگار سعی داره همه زندگیشو با تو و مشکلات امیر پر کنه. جالبه. آره خوب، وقتی به تلفنم جواب نمیدی معلومه که داری چی کار میکنی، مگه نه؟ خوش اومدین. اتفاقا ما هم داشتیم در مورد شما صحبت میکردیم. اونال، میشه لطفا تنها صحبت کنیم؟ آیسون، من امروز یه بار غافلگیر شدم، دیگه حوصله‌شو ندارم. منظورت چیه؟ چند ساعت پیش پسرت اومد یه جلسه مهم و خراب کرد و همه چیزو به هم ریخت. برای همین الان اجازه نمیدم که مادرشم بیاد و شبامو خراب کنه. اونال، این چه طرز حرف زدنی؟ آیسون، بهتره برگردی خونه پیش همسر و پسرت. یه کمی از انرژیتو هم برای اونا صرف کن، چون انرژی که داری برای ما صرف میکنی بیهوده است، همش هدر میره جونم. فردا از بیمارستان مرخص میشه. کاش حداقل از دور میدیدمش. من فردا با مامانم حرف میزنم، رازش میکنم اجازه بده یه بار ببینیش.
منم امیر، در رو باز کن. بابا اون فردا از بیمارستان مرخص میشه. خیلی خوشحال شدم. خوش اومدی. ممنون. همه چی درست میشه، همون طوری که تو گفتی. آره همه چی درست میشه. گرسنه ای؟ من و کلثوم داشتیم غذا درست میکردیم. نه نه گشنم نیست. کورای کجاست؟ بالاست، داره استراحت میکنه. من میرم پیش کورای. یه چیزی شده ولی به من نمیگه. بابام از بابای فریها شکایت کرده. آخه چرا؟ من باید باهاش صحبت کنم. هرچقدر زمان بگذره بد سر میشه. میریم بیرون و با هم صحبت میکنیم. غذا آماده است. ولی من میخواستم ببرمت بیرون. یه عالمه غذا درست کردیم، حیف میشه. بیخیال. حواس کنی. میدونم که اینجا هستم. امیر صبر کن. درو باز کن. ماشینت بیرون دم دره؟ نه بردم پشت پارکش کردم. خیلی خوب، به هیچ وجه بیرون نمیایین. باشه، نمیایین پایین. کجان؟ گفتم کجان؟ حرف بزن دیگه. چی شده محمد؟ کجا قایمشون کردی؟ کسی اینجا نیست. گفتم اونا کجا؟ کسی غیر از ما اینجا نیست. انگار خودم محمد بس کن دیگه. برو بیرون. اونا رو کجا قایم کردی؟ گفتم که کسی غیر از ما اینجا نیست. صبر کن. مگه حیوونی همینطوری سرتو میندازی پایین و میری؟ الان بهت نشون میدم کی حیوونه. مثلا میخوای چیکار کنی؟ من اینجا. نترس، با تو کاری ندارم. ما دیگه با تو هیچ کاری نداری. تو دیگه برای ما مردی. از همون موقع که اون پسره رو به ما ترجیح دادی، هم برای من هم برای بابا مردی. فهمیدی؟ من بابامو میبینم، تو هم نمیتونی مانعم بشی. اگه جرأت داری بیا. بیا ببینم چجوری میبینیش. برو به اون پسرم بگو باباش اگه صد بارم از همون شکایت کنه کاری نمیتونه بکنه. چه شکایتی؟ خودتو نزن به اون را. همه اینا به خاطر توه. به خاطر توه که اینا واسه ما حالا شاخ شدن. محمد برو بیرون. تو از این موضوع خبر داشتی نه؟ امیر چرا چیزایی که من میبینم و تو نمیبینی ها؟ یعنی عشق فریها اینقدر کورت کرده؟ وقتی تو از من فاصله میگیری من چجوری میتونم چشماتو بر روی حقیقت باز کنم؟ داشتی مگه نه؟ منم امروز فهمیدم. میخواستم بهت بگم. منتظر بودم با هم تنها بشیم. پدرم رو راضی میکنم.
که شکایتشو پس بگیره. آره میری باهاش دعوا میکنی، تهدیدش میکنی، اونم شکایتشو پس میگیره، بعدش هم هممون خوشبخت و خوشحال زندگی میکنی. پس میگی چی کار کنم فریحا؟ نمیبینی تو چه حالی هستیم؟ نه چون تو هیچ حالی نیستیم. تو انگار اصلا متوجه نیستی نه؟ مگه نمیبینی همه چی از هم پاشیده؟ خب میگی چی کار کنیم؟ تو خشم و نفرت دنیای بیرون غرق بشیم خوبه؟ تو اینو میخوای؟ میخوام یکم راحت نفس بکشم. تو نمیخوای نفس بکشی، تو از نفس کشیدن هم میترسی. تا دیروز نگران حال پدرت بودی، ولی ببین امروز حالش بهتر شد، فردا مرخص میشه. محمد همون محمده، بدن منم همون آدمه، هیچکی عوض نشده فریحا، حتی من و تو هم عوض نشدیم. تا دیروز خوشبختی تو باور نمی کردی، همش می گفتی حقم نیست، تو نفس نمی کشی، داری خودتو خفه می کنی، تنها کاری که بلدی بکنی پشت کردن به منه. بیا بریم تو عزیزم، اینجا سرما می خوری. ببخشید ناراحتت کردم. ما واقعا می تونیم از پسش بر بیاییم؟ بابا داره خوب میشه، تو کنارمی، ما با همیم. میدونم همه چی خیلی داغون به نظر میاد، ولی ما از پس همه چی بر میاییم. اگه مثل الان به من پشت نکنی، ما بالاخره موفق میشیم. جانسو باشه دکترم میریم، ولی میدونی که دچار حمله قلبی نشدی، فقط یه حمله عصبی به دست داده. همین یه کمی نفس عمیق بکش و بده بیرون. جانسو تولین چی شده؟ حمله عصبی بهش دست داده. جانسو مگه داروهاتو نخوردی؟ من اون داروهای لعنتی رو میخورم ولی هیچ فایده ای ندارن. میبینی به چه حال و روزی افتادم؟ حتی نمیتونم اونو برای چند دقیقه تنها بذارم. جانسو واقعا به کمک احتیاج داره. منم دارم سعی میکنم تا جایی که میتونم بهش کمک کنم. من دیگه به زندگی خودم نمیتونم برسم، اصلا نمیدونم دیگه باید چی کار بکنم، چجوری با این وضعیت کنار بیام. به خاطر اون ممکنه شرکتمون با اون عالم به خطر بیفته. سنم میخوام یه چیزی رو بهت بگم. چند روز پیش آیسون خانم اومد بوتیک و ادعا کرد که تو با اونال سرافوغلو رابطه داری. اصلا باورم نمیشه، از روز اول از من خوشش نمیومد، همش میخواد یه جوری منو ناراحت کنه، زنی که یه احمق. اگه تو هم کنجکاوی که بدونی این موضوع حقیقت داره یا نه. چه حرفیه، این زندگی شخصیته، تازه منم اصلا کنجکاو نیستم، فقط خواستم بگم که آیسون خانم در مورد تو اینجوری فکر میکنه و نخواستم این موضوع رو از زبون کس دیگه ای بشنوی.